واقعیت کار یه فلزیاب معدنیاب رادار زمینی دستی یا یابنده چیه؟ واقعیت اصلیش اینه که بتونه فلزات و طلا رو جدا کنه و تشخیص بده. حالا میخواد فرکانسی باشه یا مغناطیسی باشه، آنتنی باشه یا تصویری باشه، هر نوع سیستمی که باشه، اصل کارش در زمان تمرینه که بتونه انواع فلزات رو مشخص کنه. خب در پالسی وی ال اف تی آر بی اف آ یا دستگاهی که مغناطیسی یا بهشون بوغی یا صوتی هم میگن، نوع تشخیص عمل کردی خب با تغییر صدا، نوع صدا و تعدادش با عدد ویدیایی. ولی اینکه اپراتور درست عمل بکنه و این صدا یا اون عدد ویدیایی درست تشخیص بده که اون هدف یا منبعی که پیدا کرده چی هست، این کار اپراتور است که تو صحنه اصلی کار پیاده کنه. مثل اینجا که یه تیکه میخ رو پیدا میکنه. خب اگه اپراتور حرفه‌ای باشه، در زمانی که داره کار انجام میده تو صحنه اصلی کار، با نوع صدا یا عدد ویدیوی متوجه میشه که این چه فلزیه، آیا میخه یا منابع دیگه است، یا با تغییر تنظیمات میتونه اینو متوجه شه. وجود تنظیمات در سیستم‌های مغناطیسی هم توانایی عملکردی این سیستم‌ها رو افزایش میده. نوع تنظیمات برای بالانس زمینی یا تنظیمات ترشهولد صدا یا نوع تارگت صدا یا نوع تون صدا، اینا همه در سیستم ها برای اینه که اپراتور بتونه با تعیین اونا بهترین کیفیت رو به دست بیاره. هرتز و کیلو هرتز هم در مغناطیسی ها همین کار میکنه، میاد شرایط ویژه ای رو برای ثبات در عمل کرد در سیستم های پالسی وی ال اف تی آر بی اف او به حد خوب و مطلوبش میرسه. پس همه کار تنظیمات و کار کردن با سیستما در صحنه اصلی کار برای اون سیستمی که داره درست کار میکنه در زمان تمرین، اونه که بتونه اپراتور بهترین عملیات رو پیاده کنه. پس واقعیت سیستم ها اینه که اپراتور با اون سیستمی که توانایی تفکیک و جداسازی داره، خودش هم بتونه تو تنظیمات، چه در تصویری ها، چه در پالسی بی ال اف تی ها، چه در آنتنی ها، بهترین کارایی رو به دست بیاره. و اینکه یک فلز طلا رو یک سیستم بتونه در سطح و در رنگ بگیره، توانایی خودش رو نشون داده. و اینکه اپراتور بتونه فلزی مثل طلا یا فلزات دیگر رو در صحنه اصلی کار از هم جدا کنه، این دیگه باز میگرده به اون عمل کردی که بر روی سیستم داره یا از سیستم میتونه بگیره. کانی ها، فلزات، منابع، سنگ ها، اینا همه قابلیت تشخیص دارن با سیستم ها. البته باید اون سیستم تنظیمات خاص رو داشته باشه که این جدا سازی کنه. پس واقعیت کاری فلزیاب اینه که بتونه در صحنه تمرین و در زمان تمرین فلزات بگیره و جدا سازی کنه. کسی نمیتونه تضمین بده که در صحنه اصلی اون فرد با توانایی که میتونه داره حتما موفق شه. باید ببینه تو صحنه اصلی چه عملیاتی رو انجام میده، تغییرات زمین، لایه‌های زمین و شرایط زمین رو چجوری میتونه مشخص بکنه. ببینید فلزاتی مانند طلا امکان داره همگن‌ها، هم مکان‌ها و هم شکل‌های زیادی رو داشته باشه. خب در عدد ویدیوی و ترشهولد سطح 8 اپراتور میتونه این جداسازی‌ها رو در سیستم‌های فرکانسی که عدد ویدیوی و ترشهولد سطح 8 داره تشخیص بده. ولی این در زمان تمرین اپراتور باید تمرین کنه، تست کنه، آزمایش کنه، انواع فلزات رو بذاره، فلزاتی که امکان داره شبیه هم باشه بگیره و تشخیص بده که فلزات رو با چه اندازه و ابعادی در چه موقعیتی و چه خاکهایی و چه اصولی میتونه واکنشاش رو ببینه، بگیره، حرکت آنتنش یا تصویرش یا امثال اینها رو چجوری مشخص بکنه. پس چه واقعیتی بهتر از این که وقتی شما عدد ویدیوی یه فلز مثل طلا رو میدید، ویدیوی 55 رو میدید، بعد میاد ترشهولد بزرگترین رو میدید یا ترشهولدی در حد اون هدف مورد نظرتون رو میدید و سیستم میره با اون ترشهولد و اون عدد ویدیوی اون حجم از فلز رو میگیره، دیگه واقعیت بالاتر از این نیست. و شما وقتی که میزان فلز یا اون طلا یا حجم اون رو کم میکنید و ترشهولد رو پایین‌تر میارید و میره اون هدف کوچیک‌تر رو میگیره، خب این بیانگر واقعیت عملکرد یک سیستم برای جداسازی و تفکیکه. خب پس این توانایی رو داره اون سیستم، این واقعیت کارشه، این حقیقته، این چیزیه که اپراتور عملاً در زمان تمرین، در زمان خرید، در زمان تست میبینه، مشاهده میکنه، حس میکنه، درک میکنه که سیستم میتونه انواع فلزات رو جداسازی کنه، تفکیک کنه و حتی میشه سطح حجمش هم جداسازی کرد و تغییر داد.
جداسازی با ترش‌هولد در صحنه اصلی کار برای تعیین انواع کانی‌ها، سنگ‌ها، منابع و مواد معدنی کاربرد داره. عدد VDI برای طلا، نقره، نیکل، کروم، مس، روی، آهن، برنز، برنج برای هر کدوم اینا یک عدد خاص خودشو داره که شما میتونی اون رو تعیین کنی، مشخص کنی این سیلیس، این منابع از دسته منابع کلسیوم هاست، با پول تپ ها میتونید این رو مشخص کنید اعداد پول تپ در VDI و همونجور که شما در جدول مندلیوف اعداد خاصی رو برای هر عنصر و فلز دارید در عدد VDI و ترشورد سطح و حجم همون رو دارید، ولی اینکه اپراتور اینو بتونه در زمان تمرین به دست بیاره، یاد بگیره و در صحنه اصلی کار پیاده کنه، این کار اپراتور است. اینکه در صحنه اصلی کار اپراتور خطا میکنه ولی در زمان تمرین خطا نمیکنه و میتونه هر فلزی رو طلا رو در عمق بگیره، جدا سازی کنه، تفکیک کنه بنابر جدول VDI اسکال، این نشانه قدرت سیستمه و خطاش در صحنه اصلی اون عملکردی که خود اپراتور در اشتباه در تعیین تنظیمات یا تغییر تنظیمات یا تعیین مرکز هدف ایجاد کرده. پس همه اینها واقعیته که یک سیستم با عدد VDI و ترشورد سطح و حجم میتونه کار بکنه و مطلب حقیقیه که هر اپراتور در زمان تمرین اون رو به دست میاره و متوجه میشه که با یه سیستم آنتنی زمانی که یک فلز یا طلا رو در عمق پنهان میکنن و عدد VDI خاص اون رو میده و میره خودش پیدا میکنه بدون اینکه بدون جاش کجاست، خب این نشانه اینه که اون سیستم کار میکنه، توانایی داره، قدرت داره، جداسازی میکنه و واقعیت کارش در حین کار کردن و عمل کردن و واقعیت چیزهایی که تولید کننده، طراح و سازنده داده در حین کار، تمرین یا تست و آزمایش مشخص میشه. و این از خصوصیات سیستم های فرکانسیه که عدد VDI و ترشورد سطح و حجم داره که اپراتور میتونه باش انواع تغییرات رو برای تشخیص هدف اصلی از منابع دیگه انجام بده یا متوجه شه چه اشتباهی کرده یا چه چیزی خودش شبیه هدف اصلی نشونده. خب کربن ها، کلسیوم ها، سیلیکات آلومینیوم میتونه خودش شبیه طلا نشون بده، حتی پیریت هم میتونه، ولی وقتی طلا پنهان شده و اپراتور اون رو تشخیص میده با آنتنی دیگه مسئلهش مشخصه. در سیستم های تصویری که فرکانسیان عدد VDI و ترشورد سطح و حجم دارن، خصوصیات کار واقعی بنابراین این که تنظیم اپراتور در زمان تمرین یا در صحنه اصلی کار درست بده و در زمانی که داره در صحنه اصلی کار میکنه تغییرات رو تنظیمات مثل ترشورد، عدد VDI یا اعدادی مثل تارگت ها یا تارگت ایکس ها یا آفزت ها یا اونای دیگر همه رو انجام بده تا ببینه این هدفه که تصویرش اومده واقعی یا غیر واقعیه. اول تو تنظیمات بعد کارا رو انجام بده، جداسازی ها رو شک بده و وقتی در زمان تمرین طلا رو میذاره در عمق و سیستم میگیره و جداسازی میکنه و مشخص میکنه و با عدد VDIش یا با لکه رنگش مشخص میکنه این چیه، این دیگه کیفیت کاره. حالا این یه نوع تصویره که از یک محدوده گرفته شده. خب این نوع با تصویر اگه با تنظیمات اشتباه باشه عددهای VDI رو که میده اشتباهه، حتی شاید عدد VDI مثلا 5545 رو بده که اپراتور داده، چون تنظیمات رو سیستم یا رو نرم افزار همخوان نبوده برای کیفیت کار بهتر، خب میتونه اینجا بیاد حتی عدد VDI 55 رو بده یا میتونه بیاد اعداد دیگه رو جای 55 بده، مثل 55 که اینجا میبینید. خب این یه 55 رو داره میده، اپراتور بعد داره قسمت های مثل کوارتز، مثل دیم، زینگ یا تنظیماتی مثل DVR رو تغییر بده ببینه این هدف اصلی است یا نیست. در لکه سرنگی هم به همین صورته، اون چیزی که روی سیستم تنظیم شده باید بیاد تو سیگنال ها جداسازی ها شد تو طبقات مختلف عدد VDI و ترشورد سطح و حجم که سیگنال پایین و بالا بنابر اون در لکه سرنگی ها وجود داده رو جداسازی کنه، تشخیص بده و ببینه آیا این اون هدف اصلی است یا اون هدف اصلیه نیست، چون امکان داره حتی در یک تصویر، در یک جداسازی، در یک شکل اون تنظیماتی که اپراتور داره پیاده میکنه درست نباشه ولی واقعیتش مثلا این تصاویری که میبینین تصاویر یکیه ولی آنالیز فیلتری که اپراتور داره میکنه با اعداد متفاوت نسبت به اعدادهای VDI گوناگونه که ببینه هدف اصلیه هست یا نیست. خب این کار اپراتور است، این کاری که اپراتور بعد انجام بده، این دیگه سیستمه در زمان تمرین کیفیتش، کاراییش و حسن اون خصوصیات جداسازی و تفکیکش رو نشون داده.
تصاویری مثل این اپراتور زمانی میتونه به دست بیاره که بهترین کیفیت رو در کارایی تونسته باشه پیاده کنه. پس در هر صورت در سیستم های آنتنی یا پالسی ویلف تیار یا در سیستم های که دارای قدرت جداسازی طلا هستن و میتونن کانی ها رو جدا کنن و عدد ویدی های و ترشورت 108 دارن، اینا همشون اپراتوره که بعد از تمرین که اطمینان پیدا کرد سیستم به خوبی کار میکنه، بعد تو صحنه اصلی کار بتونه اطلاعات درست و دقیق رو بده و بگیره. پس واقعیت یه دستگاه اینه که در زمان تمرین طلا و فلزات درصد و درون بگیره و اون کسی که دستگاهش رو تست میکنه، آموزش میده، طلا رو درصد درون میذاره، خریدار در زمان خرید پیدا کنه یا انواع فلزات رو میذاره اپراتور پیدا کنه، به سیستمش اطمینان داره. حالا دیگه اپراتوره بعد بره همه چی رو یاد بگیره دونه به دونه و بفهمه چه جاهایی بنابر اون بسته‌های آموزشی امکان خطا وجود داره، امکان اشتباه وجود داره و رفع خطا یا اشتباه یا تشخیص خطا از هدف اصلی به چه صورته. این دیگه کار اپراتوری که باید حرفه‌ای بشه. هیچ کی تضمین گنجیابی نمیتونه بده در هیچ دستگاهی در هیچ جای دنیا. تضمین اصلی کار دستگاهی که بتونه طلا رو در صد و در عمق بگیره و بر روی تصاویرش مشخص بکنه یا فلزات رو بگیره یا فلز پنهان شده رو اپراتور پیدا کنه. این تکنیکیه که اپراتور باید یاد بگیره و انجام بده و تضمین کار اینه که بتونه فلزات به خصوص طلا رو در عمق بگیره.